موضوع گفتگوی ما به همین موضوع یعنی اعتراضات در شهرهای به پا خواسته ایران اختصاص داره. میهمان برنامه خسرو شکرالله. خسرو، به برنامه قیام ایران، برنامه خودتون، خوش اومدید. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. خبرها رو که با هم شنیدیم، اینها رو البته به عنوان نمونه ذکر کردیم، ولی میخواستم شما در ابتدای این گفتگو اگه بشه یک تصویر کلی و جامعی از اون چه در جامعه ایران در حال جریان هست و یا اینکه داره میگذره ارائه بدید، و آیا اینکه آی رژیم اینطوری که ادعا میکنه این تظاهرات و قیام ها قابل کنترل هست بالاخره یا نیست؟ ببینید، شما گفتید که یک تصویر کلی و جامعه ارائه بدیم. ببینید، در واقع اون چیزی که میشه خیلی خلاصه گفت، حالا من به چند تا از خبرها اشاره میکنم و قضاوت رو به عهده بینندگان عزیزمون میگذارم، ولی برداشت خود بنده این هست که ما اون چیزی که در جامعه میبینیم فوران قیام ها در هر سوی در هر گوشه از کشور هست. بله. نگاه کن، از قیام دیما تا به امروز واقعا آیا یک روزی بوده که خاموش شده باشه؟ واقعا میگم حتی یک روز، مثلا شما در نظر بگیرید از اون قیام دیما در اصفهان، در خوزستان و در فارس، کازرون، کامیوندارها، مال باختگان، کشاورزان ورزنه، این به طور کامل استمرار داشته و از این استمرار یک نتیجه گیری میشه کرد. ولی اجازه بدید قبل از اون نتیجه گیری من به فقط تصویری که این روزها شاهدش هستیم اشاره بکنم و ببینیم به چه راحتی میشه وقتی که این فاکتور رو، این موارد رو مد نظر آورد، به چه راحتی میشه اون نتیجه گیری رو کرد. ببینید، فقط اخبار چند روز در اهواز تظاهرات شده با شعار مرگ بر دیکتاتور، جانم فدای کارون و آری آری به انقلاب، درگیر شدن در خیابان نادری این شهر، تظاهرات کردن. در خرموسا با اوامر نیروی انتظامی مردم ریختن به خیابون و درگیر شدن. در آبادان در تظاهرات مردم در منطقه سلویچ آبادان درگیری شده. همینجا از فرصت استفاده کنم به همشهری‌های دلیر آبادانی هم درود بفرستم و بهشون دست مریضات بگم. نیروهای سرکوبگر انتظامی مدن منطقه رو محاصره کردن، باز هم درگیری. در خرمشهر که دیگه فیلماش خیلی واضح بود، مزدوران رژیم که خیابان اصلی شهر رو بسته بودن ولی جوانهای خرمشهری باشون روبرو شدن، درگیری، کوکتل مولوتوفایی که پرتاب کرده بودن طرف نیروی انتظامی و واقعا به جای رسید بود که خود رژیم میگه آقا دیگه ما باید اتاق جنگ تشکیل بدیم. برای چند روز این ادامه داشته، درگیری بوده، شلیک بوده، اوامر رژیم با لباس شخصی اینها مورد تهاجم مردم قرار گرفتن. دوباره باز در آبادان خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش کرده که معترضان در آبادان یک خودرو انتظامی رو آتش زدند، با مامورین درگیر شدند. در اصفهان فعالان محیط زیست زنجیره انسانی تشکیل دادند. کارگران شرکت فولاد سیرجان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشون اعتصاب کردند. همین امروز غرفه‌داران بازار گلشهر در کرج وقت رفتن دیدن که تمام غرفه‌ها رو رژیم آخوندی با آتش کشیده و از صبح بعض اونجا متشنج اخبار پلیس زده شورش فرستادن اونجا. پس همچنان که عرض کردم، ببینید یک نقطه، یک روز نبوده و در واقع کانون اعتراض هاست که داره از هر گوشه این میهن میجوشه. ما اون چیزی که الان باهاش روبرو هستیم به راحتی با نگاه کردن به این از دی ماه تا کنون میتونیم به جرأت بگیم و دیگه فکر کنم این خیلی روشنه هر ناظری که بذاره، که ما با یک سلسله از قیام‌های روبرو هستیم که رژیم قادر به خاموش شدنشون نشده، علارغم سرکوب، علارغم وحشیگری که رژیم میکنه. ببینید، میره دستگیری میکنه به طور گسترده. خب این دستگیری‌ها قاعدتاً باید خاموش بکنه این وحشیگری که رژیم میکنه، ولی میبینیم همین دستگیری خودش میشه بلای جان رژیم، تبدیل میشه به یک کانون اعتراض. خانواده ها میرن جلوی همون محل دستگیری، جلوی زندان، مثلا در خرمشهر این کارو کردن. دانشجوها میرن در دانشگاه اعتراض میکنن، تحسن میکنن، میشینن رو زمین و بعدش میگن که باید دانشجویان ما، همکلاسیان ما آزاد بشن. ببینید، پس به راحتی میشه این نتیجه رو گرفت
که با وجود اینکه رژیم تمام عیار هرچی از دستش برمی اومد دیگه عیان کاری نتونسته بکنه، نکرده نتونسته بکنه، وارد شده در سرکوب، با تمام تنه سرکوبگریش به این قیام خودش رو زده و خواسته این قیام رو به زیر بکشونه و خاموش کنه، ولی نتونسته. خب این یک معنی داره. وقتی در طی 5 ماه 6 ماه قیام کماکان ادامه پیدا میکنه و خاموش نمیشه، هر روز از گوشه، اتفاقا ویژگیش بعضی از عوامل رژیم یا مثلا توی این رسانه ها حتی خود خامنه ای میومد میگم اینها میخوان از شهرهای کوچک جورو کنن به جانب مرکز برن. یکی از ویژگی اصلی این اصلا قیام ها این هست که همیشه در جای مختلف سرباز میکنه، قابل پیش بینی هم نیست بعدی کجاست. بله، و به سمت چیز میره. این اتفاقا صحیح هست که میگذارن بر این شرایط. وقتی قیام ها اینطوری داره سرباز میکنه، ما با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم و تمام ویژگی ها رو داره. ببینید، توافق روحی از آن مردمه نه از آن رژیم، با وجودی که اون داره سرکوب میکنه، ولی این مردم هستن که به لحاظ روحی دست بالا رو دارن. تحول و شجاعتی که مردم از خودشون نشون میدن، آمادگی که برای جوانای ما نشون میدن برای جانبازی در راه اهدافشون، و مهمتر از همه هدفی که دارن خیلی روشنه دیگه. ببینید، در خرمشهر دیدیم، در کازرون دیدیم، هدف از هم پاشیدن دستگاه حکوم نظامی و پلیسی و سرکوبگرانه رژیم آخوندی. این هم اتفاقا یکی دیگه از ویژگی های قیام هایی که در دوران انقلابی به شاهد هستیم. وقتی مردم بیرون میریزن که دیگه از جان گذشتن و هدفشون در هم شکستن این دستگاه سرکوبه، و بعدش با تحور همچنان که عرض کردن آمادگی برای جانبازی. راستی چی شد اون شعارهایی که رژیم مینداخت که نه جوان ها وقتی ببینن که این قیام ها به نتیجه نمیرسه برمیگردن به خونه هاشون، چی شد اون دجارگری هایی که رژیم سعی میکرد برای به انفعال کشیدن جوان های ما ترویج بکنه که بی هزینگی؟ آیا جوان ها الان دارن به تئوری های بی هزینگی که رژیم تبلیغ میکرد گوش میدن، یا به تئوری های قیام و انقلاب و تحور و شجاعت و با شهامت آمدن و این روحیه بالا رو داشتن؟ الان این رژیمی که روحیش خرابه و این روحیه و توافق روحی در دست مردم ماست. این از ویژگی های قیام هست، از ویژگی های یک قیامی که داره به سمت پیروزی میره. استمرارش، تحور قیام کنندگان، هدفی که میگیرند برای سرکوب، برای اصلا پاشوندن دستگاه سرکوب حکومت آخوندی. خب این وضعیتیه که شما فرمودید که چه وضعیتی؟ این وضعیتی که ما الان امروز در کشورمون شاهدش هستیم. بله، خب شما در صحبتتون در واقع گفتید که این قیام ها و این تظاهرات بسیار بنیادی و زیربنایی هست در جامعه و به همین دلیل که خاموشی نمیپذیره. اجازه بدید از یک زاویه دیگه ای به همین تظاهرات اینا نگاه کنیم. جهانگیری معاون اول روحانی یک حرفی زده، اجازه بدید از رو بخونم. سخنرانی دیروز خودش بوده، گفته جامعه ایران مثل یک اتاق پر از گازه که کمترین رویدادهایی مثل یک جرقه اون رو با آتش میکشه. بله. این حرف رو به نحوی سایر سردمداران رژیم هم زدن. بله بله دقیقا. بله، تو خود جهانگیری هم قبلا همین این حرف رو تکرار کرده. بله بله، یعنی هشدار، به قول معروف ماشین هشدار رژیم. بله. از هنوز داره کار میکنه و هی به هم هشدار میدن. ولی در صحبت‌های خودتونم بود که مثلا امروز صبح دوباره مزدوران رژیم در کرج به دستفروشان یا کاسب‌ها و اینا حمله میکنن، با آتش میکشن یا اینکه ضرب و شتم میکنن. بله بله. سوال اینه که چرا رژیم پس به دست خودش چنین بحرانی میآفرینه که باعث اون جرقه‌ای بشه که اون اتاق گاز منفجر بشه؟ بله درسته، خیلی سوال خوبه برو جان. ببینید این واقعا جای سواله. علی رغم همین ماشین هشداری که شما میگید، دارن هشدار میدن که مواظب باشید این جرقه رو نزنید، حواستون باشه، ولی باز چرا شاهدیم که یک کارهایی این دستگاه رژیم میکنه که خود به خود این جرقه ها رو اصلا انگار عمد داره. ببینید، من فکر میکنم پاسخ در همون سوال همون جواب پاسخ اولی که عرض کردن خدمتتون در شروع هست. ببینید، وقتی ما با یک شرایط انقلابی روبرو هستیم، دیگه این حاکمیت توان حکومت کردنش به آخر رسیده. در چنین شرایطی ندانمکاری، اشتباه محاسبه، از روی ناچاری یک کار کردن ممکن. حالا این شما به آتش زدن قرفه های هموطنان اون دستفروشان و قرفه داران رو در کرج اشاره میکنید،
این هر واقعی ممکنه هر دلیلی مثلا رژیم براش ترشیده باشه، ولی در مجموع بسیاری مثل این میبینیم که رژیم داره از این کارا میکنه. اینها ناشی از این هست که شرایط وضعیت انقلابیه، حکومت آخوندی توان پاسخگویی، توان حکومت کردن رو دیگه از دست داده و بنابراین با این بحرانهایی که روبرو هست نمیتونه کاری بکنه. اجازه بدید من فقط جهت روشن شدن این عرایزم یک تکه رو بخونم از رهبر مقاومت از کتاب استراتژی قیام و سرنگونی که داره چنین شرایطی رو در اونجا توضیح میدن که چطوری است. میگن که وقتی که ما در وضعیت انقلابی هستیم، طلسم حاکمیت در هم شکسته و با انحلال و ریزش و گسستگی شتابان مواجهیم. انو ببینید خودشون میان میگن که ما در سپاه پاسداران اصلی ترین دغدغه خامنه ای مسائل درونی سپاس. و یکی از هموطنان من در یکی از توییت خوندم گفت این که خامنه ای اومده گفته سفر خارج نرید، فکر نکنید دنبال بحث اقتصادیه، داره هشدار میده به اینایی که داره از رژیم فرار میکنن، داره به اونا میگه. حالا ولی من منظورم که فضای ریزش و گسستگی که حتی جامعه هم این رو احساس میکنه و در قالب حتی حرفا، شایعات، گفتگوها اینا میاد میگه. از طرف دیگر تنگ دستی و نارضایتی و بدبختی های جامعه به آنجا رسیده است که دیگر تحمل پذیر نیست و حکومت شوندگان برای تغییرات بنیادین به میدان آمدند. ببینید این مردم ما که به خیابان آمدند خیلی روشنده که خواسته شون این امتیاز یا اون امتیاز نیست، تغییرات بنیادیه. نشون به آن نشونی که خب رژیم به هیچ کنون از اون پاسخ از این خواسته های اولی که نمیتونه پاسخ بده. الان کامیوندارها دارن میگن که ما میخوایم مرداد ما دوباره دست به اعتراض بزنیم و اعتصاب بکنیم، چون که رژیم به هیچ کنون از این خواسته ها پاسخ نداده و اساسا خواسته در اینجا نیست، خواسته رو تغییرات بنیادین هن، حکومت رو نمیخوان، با قول شرعی مداری اتاق جنگه. و ادامه میدن رهبر مقاومت اینجاست که حد اکثر پیوستگی در صفوف مردم ایجاد میشود و پیشروترین قشرها و طبقات مردم در صف مقدم قرار میگیرند. این شرایط و در جای دیگه در چنین شرایطی همه چیز دیگر بستگی به عامل ذهنی یعنی عنصر هدایت کننده و دستگاه و تشکیلات رهبری کننده دارد که این سیل خروشان را کجا ببرند. و حالا میتونیم بفهمیم که چرا خامنه ای و حتی مثلا همین جهانگیری میاد میگه که نه، کسایی که دارن مسالمت آمیز خواسته هاشون رو مطرح میکنن ما کاری باشون نداریم، اونهایی که دست به شورش میزنن ما با اونها کار داریم، نشانگر ترس و وحشتشون از همینه، پیوند این عنصر اجتماعی با عنصر هدایت کننده و عنصر پیشتاز که اینها رو اینقدر به وحشت انداخته. پس بنابراین اگر رژیم اینجا و اونجا اون کاری میکنه خب خیلی بهش خورده نگیرید، در شرایط وضعیت انقلابیه و تمام دیکتاتورها در چنین شرایطی از این اشتباه های مهلک بسیار میکنن. تازه این رژیم اولش شروع کرده، حالا ببینید تا به کجا خواهد رسید این اشتباهاتش. بله. سوال آخرم با توجه به زمانی که داریم درباره راه نجات مفروض برای این رژیمه. الان میبینید که بسیاری از کارشناس های رژیم حرفشون یا پیشنهادشون یا راهحلی که ارائه میدن تلویحاً یا غیر تلویحاً با ولی فقیه اینه که بالاخره بیا از سوریه بیا بیرون، مسئله موشکی رو یک نوعی کوتاه بیا یا متمرکز شو روی حل مسائل و بحران‌های درونی. خب همین خواسته های کامیوندارا به قول شما رو بده، این که بهتره که اگر اونا با خواسته اقتصادی میان با نیازهاشون میاد، خب یا این نیازها رو برآورده کن تا این آشوب‌ها بخوابه. چرا ولی فقیه به همین راه حل بسیار ساده و مادی و عملی اینو هیچ رفتار نمیکنه و عمل نمیکنه؟ آیا راه نجاتی بالاخره برای این رژیم متصور هست؟ بله. ببینید این پیشنهاد و حرفایی که این مثلا به قول شما کارشناسان و مهره و تحلیلگران و بانتا میزنن خیلی جالبه. چیش جالبه؟ گویی یا که خامنه ای نمیدونه و گویی یا که مثلا به ذهنش نزده که همچین چیزایی هست و اگر نرفته مثلا خب اونم به ذهنش نزده یا فکر نگر. البته اونا که به این خاطر نمیگن، جنگ باندیه. بابا ولی فقیه میدونه که همچین چیزی هست، از اونا هم بهتر میدونه، ولی اگر به قول شما دست به این کار نمیزنه خب حتما یک چیزی توش هست که نمیزنه. ببینید خودشون به زبان اشدشون میگن، اگه شما این برگردونید این زبان اینها رو
میگن که آقا ما اگر در سوریه بکشیم بیرون دیگه در تهران نمیتونیم حکومت بکنیم. اونا به زبان دجالگرانه خودشون میگن امنیت اجتماعی و فلان اینا، ولی برای همه روشن ملت ما میدونن، میگن اگر سوریه بکشیم بیرون ما دیگه در تهران باید خط ببندیم. خب حالا یک مسئله که شما هم اشاره کردید، ولی خب واقعا چرا اینا هم یک تابلوست، ولی فقیه هم میدونه بلی. ولی چرا هنوز مردد و چرا هنوز تصمیم گیری نهایی رو نکرده؟ ببینید برای اصلا مسئله اینها نیست، مسئله نیست. رژیم آخوند اینطوری وانمود میکنه که اگر از اونجا، یعنی اینطوری هم واقعا دستکاش رو چیده، اصلا اون ابتدا حکومت آخوندی که پایه سوار بوده بر سرکوب و صدور و ارتجاع و تروریسم، و حالا میگه اگه از سوریه بکشن بیرون خب معلومه پایه سپاه پاسداران رو باید بیارن بیرون و اصلا تزلزلی که تو ارگان حکومت هم میفته. ولی یک واقعیتی هست برعکس این هم حقیقت داره، رژیمی که نتونه در داخل حکومت کنه هرگز نمیتونه دست به اون کارا بزنه. و الان اون چیزی که رژیم رو به چالش کشیده، نه مثلا فرض بکن روسیه ای که پوتین الان اونجا داره به رژیم به قول خودش میگه خنجر از پشت میذاره، میگه بابا باید دست دم و دستگاه جمع کنی از سوریه بری بیرون، نه. اصلشون نیست، اصل همون جایی که اینا ازش میترسیدن، در تهران باید خط ببندن. ولی فقیه میگه اومدن طرف مرکز، در تهران شاهدش هستین. ببینید بحث اینه که رژیم علائم سرنگونیش آشکار شد، بیرون کشیدن از سوریه دردی از این علائم سرنگونی دوا نمیکنه. چرا؟ من فقط اجازه بدید یک خیلی کوتاه بابت شما گفتید که وقتم کم هست، فقط به سرتیتر این عوامل سرنگونی، این نشانه های سرنگونی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین گردمای بزرگ مقاومت در بیرپند پاریس 9 تیر اشاره کردن، فقط اشاره کنم و فکر کنم تصویر برای بینندگان ما روشن بشه. اولین نشانه سرنگونی رژیم این است که در پرتو آفتاب مقاومت شعبده راه حل از درون فاشیسم دینی سوخته و باطل شده است. اگر رژیم بخواد از سوریه بکشه بیرون، باید یک آلترناتیوی در درون خودش باشه که بتونه با اون بسیار میگن فواید سیاسی بیرون آمدن از اون رو بگن. همچین آلترناتیوی در درون رژیم نیست، این سوخته شده، پس رژیم دیگه در درون خودش راه حل نداره. این یکی از نشانه‌های سرنگونی. دومین نشانه در دوران سرنگونی این است که مردم ایران، چیزی است که در پاسخ اول بهش اشاره کردم، 6 ماه هست که بر پایه قیام و یک جنبش اعتراضی را در زیر سرکوب حد اکثر به پیش بردند. سرکوب حد اکثر 6 ماه قیام به پیش رفته. این اگه علامت سرنگونی نیست پس چیه؟ سومین نشانه سرنگونی فاشیسم دینی این است که تنش‌ها و تضادهای اقتصادی و اجتماعی به ویژه گرانی، بیکاری، فقر و نابرابری به نقطه‌ای رسیده که بازگشت ناپذیر شده. وضعیت اقتصادی و اجتماعی که باش روبرو هستیم. و پنجمین و مهمترین نشانه که اشاره کردیم این است که آنچه آخوندها از آن میترسیدند به دست آمده و آن پیوند میان خشم محرومان و ستم زدگان با مقاومت سازمان یافته است. این عواملیه که باعث میشه خامنه ای گوشش رو به این نصایح و به اصطلاح کشفیات جدیدی که این تحلیلگراش میکنن ببنده، چون که خودش بهتر از همه میدونه که با چه وضعیتی روبرو هست. بله تشکر میکنیم از حضورتون، هرچند که این موضوع به نظرم تهش بازه و ما همچنان باید در هفته های آینده منتظر ادامه این بحث باشیم، چون اوضاع بسیار ملتهب و بسیار متحوله و نیازه که به این بپردازیم. کاملا اینطور. بینندگان عزیز، برنامه قیام ایران رو ادامه میدیم.